با سلام به بینندگان عزیز، به تماشای برنامه خط آتش نشسته اید. من علی جوادی از حزب کمونیست کارگری حکمتیست هستم. درود میفرستم. من هم فؤاد پاشایی هستم از حزب مشروطه ایران. خط آتش یک برنامه سیاسی است، برنامه برای رو در رو قرار دادن نقطه نظرات متفاوت در جامعه جهت انتخاب آگاهانه و مطلعانه نظام و نوع حکومتی پس از فردای سرنگونی جمهوری اسلامی. در این برنامه شما جدل نقطه نظرات را مشاهده خواهید کرد، جدلی متمدنانه با فرهنگ، نمونه و گوشه ای از آنچه در فردای سرنگونی جمهوری اسلامی باید در جامعه مستقر شود. بحثی که در این هفته به شما بینندگان عزیز ارائه خواهیم داد، بحثی در رابطه با دستگاه قضایی و سیستم قضایی رژیم جمهوری اسلامی است، نقد ما جریانات متفاوت به این دستگاه و اینکه آلترناتیو حکومتی در فردای جمهوری اسلامی در بلحاظ دستگاه قضایی باید دارای چه مختصاتی باشد. اما پیش از اون دوست دارم که در رابطه با یک مسئله، یک جنایت، یک اقدام جنایی که قلب انسانیت و بشریت رو به تکون در آورده چند کلامی با شما و همچنین آقای پاشایی با شما صحبت داشته باشم. جنایت در نیجریه. در شمال شرقی نیجریه یک گروه اسلامی بیش از 200 تن از خردسالان و کودکان یک دبیرستان دخترانه، یک مدرسه دخترانه، یک پانسیون دخترانه را به گروگان گرفته است. رهبر این گروه آدمکشان اسلامی در مقابل دوربین خبرنگاران با جسارتی قساوت انگیز اعلام کرد که قرآن اسلام فرمان داده است تا به اصطلاح زنان را به فروش برسانند و شرمانه قساوت انگیز این حکم کثیف اسلام را تکرار میکرد. این اسلام است، این اسلام سیاسی است، این جنایت اسلام است، این قساوت اسلام است. اسلام در حکومت، در سیاست چیزی جز جنایت و قساوت نیست، باید نابود شود. آقای پاشایی، من فکر کنم این اتفاقی که امروز در نیجریه افتاد در کمال تأسف شاید مربوط هم بشه به بحثی که امروز ما داریم در مورد قضاوت در جمهوری اسلامی، بلکه نمونه هایش در اونجا دیده میشه. وقتی که شما در پایه دین اسلام معتقد هستید که کسانی به عنوان کفار، چون از عقیده‌ای که شما معتقد نیستین، معتقد حساب نیستند، اونها شما معتقد هستید، اونها معتقد نیستن، کافر حساب میشوند و در قوانین مذهبی خون کافر مباح است، جان کافر مباح است، مال کافر مباح است، زن کافر مباح است و مرد کافر هم که باید طبیعتاً چه مرتبه به بردگی گرفته بشن و فروخته بشن. و میبینیم که در اون بخش دنیا امروز شخصی میاد در قرن 21 اعلام میکند که ما کسانی رو که بچه هایی که از یک مدرسه غیر مسلمان دزدیدیم، اینها رو به عنوان برده در بازارهای برده فروشی دنیا خواهیم فروخت. حالا بازارهای برده فروشی دنیا طبیعتا نمیتوانند جایی باشند جز سرزمین هایی که به این اصول معتقدند و در اونجا قوانین دست استفاده کنندگان جنسی رو باز میگذاره، قوانین به حساب مذهبی باز میگذاره برای استفاده کردن. و این واقعا باعث تأسف است و من معتقدم که یک شرم بشری است این داستان، به خصوص وقتی شما با قوانین مذهبی و با مذهب قاطی میکنین و تلاش میکنین بخش عقب مانده و بخش سوء استفاده کننده جنسی رو با این قوانین خوشحال کنید، به اونها این خوشحالی حیوانی رو بدید که اگر به این اصولی که ما معتقد باشیم میتونین از زنهای دیگه استفاده بردگی و بندگی و به حساب در این حدود بکنید. و این کاملا به باعث تأسف است و من امیدوارم که جامعه نه تنها ایران، جامعه جهانی از این مسائل پاک بشه. امروز به برنامه امروز بحثی رو که به شما بینندگان ارائه خواهم داد، بحثی در رابطه با دستگاه قضایی جمهوری اسلامی و نقد ما به دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، فلسفه قضاوت در جمهوری اسلامی، نقش دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در رابطه با قضاوت، در رابطه با جرم، در رابطه با مجازات، در رابطه با حقوق به اصطلاح مجرم و یا متهم و همچنین سیستم
از کل سیستم دادگستری، سیستم زندان‌ها و غیره هستش و به این مسئله می‌خوایم بپردازیم. مجموعه‌ای که مورد نقد ماست تا اونجایی که به مجموعه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی برمی‌گرده. آقای پاشایی. بقیه من آقای جوادی، در قرن 21 شما دیگر نمی‌توانید از قوانین مذهبی برای اداره به حساب حقوق و به حساب عدالت در یک کشور استفاده کنید. حالا می‌خواید مذهب مسیحیت باشه، می‌خواید مذهب به حساب اسلام باشه، که امروز متأسفانه بیشتر ما در جامعه جهانی و در کشورهای مختلف می‌بینیم که این اسلام هست که داره به عنوان یک حربه سیاسی در اداره کشورها به حساب خودش رو دخالت می‌ده. چون مسیحیت در قرون وسطای کار کرد، ضررش رو داد، بهاش رو پرداخت کرد و کشیش‌های رو آموختن که باید برگردن به کلیسه‌هاشون و همون فقط به حساب واتیکان رو داشته باشن و دیگر در سیاست دخالتی نکنن. اگر در بعضی از جوامع به حساب غیر مسلمان رهبران سیاسی تلاش میکنن که به نوعی از اعتقادات مردم به حساب بهره برداری کنن، اون دخالت مذهب در حکومت نیست، دخالت یعنی استفاده ناآگاهانه از عواطف مردمه. ولی متأسفانه در جوامع اسلام ایران، جامعه ایران و جوامع اسلامی مثلا قوانین که 1400 سال پیش در عربستان در حقیقت استفاده شده داره برمیگرده متاسفانه و در ایران هم این اتفاق افتاده است. بسیار باعث تاثیر است. شما میخواین در دنیای قرن 21 از قوانینی که 1400 سال پیش در بیابانهای عربستان مجاز بوده است، درست بوده است یا غلط بوده، به معتقد به خودشون ربط داره ولی به جامعه ایران امروز ربط نداره که ما بیاییم همون رفتار و همون تنبیهاتی رو در جامعه مدرن قرن 21 پیاده کنیم که 1400 سال پیش پیاده کردن. اگر 1400 سال پیش قیمت جان انسان رو با گاو و شتر محاسبه میکردن چون بالاترین و ارزشمندترین چیزی که در اون زمان در اون منطقه میشناختن شتر بوده است، برای اینکه به حساب میتونسته در اون بیابونهای بیاب و علف جا به جا کنه سارقین رو، جا به جا کند به حساب ساکنین اون منطقه رو، امروز هم باید شما در ایران و در تهران و در تبریز و در مشهد جان انسان‌ها رو با شتر مقایسه کنید. این برای من باعث ننگی است، باعث شرم است. من امیدوار هستم که به حساب روزی برسه که در کشور ایران قوانین مدرن مدنی و قوانین مدرن به حساب که مطابق با قوانین حقوق بشر باشه و جان انسانی رو محترم بشمار در وهله اول برقرار بشه. نظرم چند نکته اساسی رو در رابطه با مسئله دستگاه قضایی جمهوری اسلامی باید مطرح کرد. در درجه اول همونطوری که آقای پاشایی هم گفتن، اسلامی بودن دستگاه قضایی هست که مورد انتقاد ماست. دستگاه قضایی در یک کشوری که به اصطلاح ادعای درجه ای از عدالت، حتی ذره ای از عدالت برای ساکنین و شهروندان جامعه بکنه، نمیتونه دستگاهی مبتنی بر قوانین اسلام، فلسفه قضاوت در اسلام باشه. چرا که اسلام پدیده‌ای متعلق به 1400 سال پیش و حتی در همون زمان هم همان قوانین نیز به اصطلاح برگرفته از دوران یهودیت، از دوران مسیحیت، یعنی به چند هزار سال قبل خودش برگشتن متعلق بوده و فلسفه به اصطلاح قضاوت در جوامع بدوی غیر انسانی که در اون دوران وجود داشته، انتقام و خون در مقابل خون، چشم در مقابل چشم، دست در مقابل دست، جان در مقابل جان بوده و این سیستم فلسفه در قضاوت چیزی جز کور بودن، ضد انسانی بودن، متحجر بودن، عقب مونده بودن نیست. نتیجتاً گام اول در راه استقرار نظامی که بتونه حقوق شهروندان رو تامین بکنه و قضاوت و عدالت رو برای تمامی شهروندان، مستقل از جنسیت، مستقل از تابعیت، مستقل از باورهای عقیدتی، سیاسی، مذهبی، غیر مذهبی و غیره، تأمین بکنه، کوتاه کردن و قطع دست اسلام از سیستم قضاوت در جامعه است. به این اعتبار جمهوری اسلامی با دستگاه قضایی خودش یک دستگاه انتقام، یک ماشین آدم کشی، یک ماشین جنایت، سنگسار، قساوت رو در جامعه به اصطلاح سازمان داده.
اما در این حال دستگاه قضایی جمهوری اسلامی یک رکن حاکمیت سیاسی جمهوری اسلامی در جامعه است، مانند سپاه پاسداران، مانند دستگاه زندانها و سازمان زندانها، مانند به اصطلاح قوه مجریه یا قوه مقننه جمهوری اسلامی، بخشی از پیکره یک رژیم ارتجایی ضد انسانی در مقابل جامعه، رو در روی جامعه هستش که به همین اعتبار به اصطلاح نقش سیاسی فوق برنامه‌ای رو ایفا میکنه و به این اعتبار به هیچ وجه مستقل از سایر ارگانهای حاکمیت سیاسی نیست. اسلامی بودن دستگاه قضایی یکی از ارکان مهم و تعیین کننده هست که در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی وجود داره. این قوانین بنا به تعریف عقب مانده، ارتجایی، ضد انسانی هستند. وابسته بودن ارگانهای قضاوت و سایر ارگانهای به اصطلاح حاکمیت در جمهوری اسلامی نقش سیاسی این دستگاه ارتجایی رو بیش از پیش برملا میکنه و جایگاه ویژه‌ای که در کنار سایر ارگانهای سرکوب جمهوری اسلامی برای مرعوب کردن و عقب روندن جامعه و حفظ حاکمیت آدمکشان جمهوری اسلامی ایفا میکنه. در واقع دادگاه‌های شهر خب برای چند صد سال در ایران حاکم بود، به خصوص بعد از صفویه در ایران حاکم بود و این آخوندها بودن که در مرکز قضاوت نمی‌نشستند و بر مبنای قوانین قرآن و قوانین به حساب شهر خودشون و روایات قضاوت می‌کردند. اولی بار در ایران مدرن رضا شاه بود که به حساب سعی کرد به حساب دادگستری مدرن رو به ایران بیاره و دادگستری رو و عدالت رو و در حقیقت ترازو عدالت رو از دست آخوند بگیره و دادگستری و پایه به حساب قوانین مدرن اروپایی برقرار کنه. تا حد زیادی مطمئنا در اون مورد به حساب شاید موفق بود، تا حدی هم نبود، برای که خب آنچه که در جامعه امروز ایران میگذشت به 100% به حساب این امکان رو نمیداد که شما بتونید آنچه که میخواهید به حساب تغییر بدید در جامعه. ولی من معتقدم به سهم خودش این تلاش رو کرد و یکی از مخالفت دلایل مخالفت آخوندها با پهلوی اول دقیقا به خاطر همین است که یکی از ارگانهای اصلی قدرت رو دست اونها در آورد. عدالت نشستن بر صندلی عدالت یکی از جاهایی هستش که شما میتونید جامعه رو کنترل کنید، از ازدواج‌های مردم، از املاک مردم، از زنده بودنشون و از مردنشون و جانشون، همه چی رو در اختیار میگیرین و اونجا هست که میتونید تسلط خودتون رو بر جامعه به حساب مسجل و محکم کنید. و آخوندها دیدیم که بعد به قدرت رسیدن یکی از اولین کارهایی که کردن تلاش کردن دادگستری رو با قوانین شهر هماهنگ کنن و قوانین و در حقیقت با فراموش نکنیم این اتفاق خشونت رو به جامعه ایران آورد، خشونتی رو که داشت یواش یواش از جامعه ایران دور میشد و جامعه ایران میرفت، دو مرتبه اینها ظرف 35 سال گذشته به جامعه ایران برگردوندن. وقتی شما به عنوان ولی دم یا لغت‌های شبیه این اختیار جان یک انسان دیگه ای رو که یا به خطا یا به اشتباه یا به هر دلیلی جان کسی رو گرفته، این رو جانش رو در اختیار کسی میگذاری که یا پدر اون مرده است یا برادر اون فوت کرده است یا صاحب زن اون فوت کرده است، میدارین و به اون اجازه میدین که قانونا جان یک نفر دیگه رو بگیره و خون یک نفر دیگه رو بریزه، آگاهانه من باید بگم، نمیخوام بگم ناآگاهانه، آگاهانه جامعه رو به طرف خشونت و به طرف خشن شدن و بیرحم شدن میبرین. رفتاری که بقیده من چند هفته گذشته مادری که قاتل فرزندش رو در ایران بخشید واقعا باید به عنوان یک حرکت مثبت و به عنوان یک حرکت انسانی ازش یاد بشه در تاریخ ایران و میشه اون رو با دقیقت به عنوان چرخشگاهی در مورد مخالفت ایرانیان اصیل با قوانین اسلامی و با قوانین انتقام کشی که قانون جمهوری اسلامی دستشون رو در به توده‌های مردم باز میذارن باید نگاه کرد بقیده من. در رابطه با مسئله عدالت در اسلام باید یه چند تا نکته رو میخوام به خدمتون بگم. عدالت اسلامی شاید یک کلام متناقض در خود هست. اسلام با عدالت کوچکترین خانایی نداره. اسلام دقیقاً ضد عدالت
هر ذره از عدالت در جامعه هستش. نتیجتا مباحثی پیرامون اینکه جامعه‌ای که مبتنی بر عدالت اسلامی مستقر بشه یا جامعه‌ای که عدل علی درش مستقر بشه، همون عدلی هست که به اصطلاح با گردن زدن، با دست بریدن، با چشم در آوردن، با سنگسار کردن هست و چیزی جز بربریت و توحش اسلامی نیست. و در حقیقت به جای کلمه عدالت اسلامی باید همواره بربریت و توحش اسلامی در قضاوت رو باید به اصطلاح قرار داد. واقعیت این هستش که همونطوری که اشاره کردم، مبنای فلسفه قضاوت در اسلام بر انتقام استوار شده، نه بر مبنای اصلاح به اصطلاح مجرم در جامعه، نه بر مبنای مصون داشتن و محفوظ نگه داشتن جامعه از تعرض افراد خاطی به جامعه، بلکه در حقیقت بر مبنای انتقام و کینه توزی هستش. و این چیزی جز عقب موندگی و تهجر، ضدیت با قوانین مدرنی که امروزه بشر برای قضاوت به وجود آورده نیست. و در حقیقت میدونیم که قضاوت در اسلام برای به اصطلاح فرد مسلمان درجه بندی شده یا طبقه بندی شده هست، نه برای عموم شهروندان، و به همین اعتبار غیر مشروع، غیر انسانی هست و فاقد ارزش هست و باید در پس هر تحول سیاسی در جامعه کل دستگاه قضاوت جمهوری اسلامی رو با مذهب، با قوانین شرع، با قوانین ضد اسلامی، با کل فلسفه عدالت اسلامی، انتقام اسلامی، سنگسار، اعدام و مجموعه این قوانین رو به دور ریخ و به جاش یک سیستم قضایی مبتنی بر اصول امروزی قضاوت و عدالت در جامعه را مستقر کرد، به طوری که مبنای قضاوت در اون عدالت برای همگان، برای تمامی شهروندان، تمامی ساکنین موجود در جامعه بتونه تأمین باشه. اصولی باید ناظر بر این سیستم قضاوت باشه، ابتداعاً مستقل بودن دستگاه قضاییه از قوه مجریه، از قوه مقننه. نمیتونیم از صحبت از عدالت اجتماعی و عدالت قضایی در جامعه بکنیم تا زمانی که دستگاه قضایی بخشی از ارکان حاکمیت و در به اصطلاح زیر مجموعه قوه مجریه و حاکمیت دولتی قرار گرفته. به این اعتبار عدالت قضایی تنها با استقرار یک سیستم مستقل از سیستم حکومتی جامعه میتونه تأمین باشه، یعنی قضات انتخابی باشن توسط مردم، قضات قابل عزل باشن توسط انتخاب شدگان، کسانی که انتخابشون میکنن. قوانین به اصطلاح جزایی در جامعه نباید اعدام، سنگسار، شکنجه رو، حبس ابد رو در خودش داشته باشه. فلسفش باید بر مبنای مصون داشتن و آموزش به اصطلاح مجرمین در جامعه باشه، به طوری که هرچه بیشتر این ناهنجاری ها و تنش های اجتماعی رو به اصطلاح کم رنگ تر بشه و جامعه با خشک شدن ریشه های ناهنجاری های سیاسی، نظام اقتصادی سیاسی که موجب وضعیت کشمکشوار و ناهنجار هست، به سوی به اصطلاح آرامش، عدالت اجتماعی و قضایی سوق پیدا کنه. شما به درستی فهمیدین آقای جوادی. ما ببینیم عدالت یعنی چه؟ عدالت یعنی برابری همه در برابر قانون، همه ارکان جامعه در برابر قانون برابر باشن. در جامعه‌ای که به صراحت قانون اساسیش میگه شیعه به حساب برتر، شیعه به حساب معتقد ولایت از همه دیگران برتر است، طبیعتاً وقتی یک بهایی میمیره، فوت میکنه، مالش به بچه‌هاش نمیرسه، اموالش به اختیار دولت قرار بگیره و دولت هست به حساب میشه اموال رو در تقسیم میکنه، طبیعتاً اینم در یه چنین کشوری وقتی که فرق از بین به حساب مسیحی و به حساب مسلمان، وقتی بین شیعه و سنی فرق است، وقتی که مثلا تو یه روز ما جمعه سال میخوندم اسم یک آقای نوشته بود آقای محمد کی از که به تازگی به دین مبین اسلام مشرف شد، طرف سنی بوده چون شده شیعه، حالا به دین مبین اسلام مشرف شد. وقتی شما جامعه که این چنین نگاه میکنه و قاضی که اونجا نشسته یک
سنی رو به چشم کافر نگاه میکنه و به شیعه رو به چشم مسلمان، طبیعتا اینا در برابر قانون با هم برابر نیستن. جامعه مدرن امروز نه تنها به حساب از مرحله دموکراسی گذشته وارد به حساب لیبرال دموکراسی شده، حتی شما به عنوان اکثریت وقتی که رأی گیری میکنید نمیتونید قوانینی رو وضع کنید که حقوق یک نفر رو حتی که حتی در اقلیت باشه رو به حساب زیر پا بگذارید. یعنی در دموکراسی امروز، در دموکراسی لیبرال، حقوق فرد انسانی است که ارزش داره، حتی حقوق اکثریت مهم نیست. شما میتونید در یک انتخاباتی برنده بشوید ولی به هیچ عنوان حق نداره به صرف اینکه در یک انتخاباتی برنده شدید خواسته هاتون رو و نظرگاهاتون رو جوری در جامعه تأمین بدین که حقوق یک نفر حتی زیر پا گذاشته بشه. شما اینو بهش به حساب دارید در جامعه مدرن هست، ولی در جامعه اسلام به حساب میگه آقا شما اگه به حساب غیر مسلمان بودین، مسلمان حق دارد به حساب اموال شما رو صاحب بشه. حالا اگه بعد از مسلمانان شرافت دارن، شرافت شخصی دارن، صاحب نمیشن تو خونه همسایه‌شون، اون دیگه به خودشون رفت داره، ولی قانون میشون اجازه بهشون میده در قوانین نمیده. ببین امروز در کشوری که غیر مسلمان نمیتواند در پست های دولتی قرار بگیره، در کشوری که غیر مسلمان نمیتواند به حساب در رده های انتخاباتی دولت جمهوری و امثال بیاد بالا، به هیچ عنوان معنیش نیست که شما قوانین مدرن امروزی نیست که شما بتونید به حساب روش تکیه کنید. دوستی برای من تعریف میکرد، میگفت اگر در تهران شما با یکی درگیر شدین، سعی کنین خودتون موضوع رو بین همدیگه حل کنید، بکنید اگر گزارتون به حساب نیرو انتظامی یا به کمیته بیفته، اونجا درگیریتون بیشتر خواهد بود. یعنی بعد دو سه برابر اون که به این طرف بده کاری به اونجا برید، تا اونجا بیاین بیرون از اونجا. این شما وقتی با چنین به حساب قضاوتی در کار در ارتباطی جامعه که به حساب میدونه وقتی بره پیش قاضی قابل خریدن است، قاضی قابل معامله کردن است، قاضی قابل به حساب چشم پوشی، به راحتی میتونه از هر چیزی چشم پوشی کنه و کسی نیست که در اونجا بتونه عملی انجام بده و جلوش رو بگیره، طبیعتا در این جامعه اقتصادش ناسالم خواهد شد، روابط اجتماعیش ناسالم خواهد شد، به حساب روابط خصوصی خانوادگیش ناسالم خواهد شد. من معتقدم که به حساب تا نتونیم در یک جامعه از عدالت اجتماعی مساوی برابر برای همه برخوردار باشیم، طبیعتا اون جامعه نمیتواند جامعه مبتنی بر قانون و مدرنیته و امروزی باشه و ما هیچ چاره‌ای در ایران آینده نداریم که 100% جامعه رو لایکش کنیم، غیر مذهبیش کنیم، به حساب سکولارش کنیم و مذهب رو نه تنها از حوزه قضاوت بلکه از حوزه سیاست هم باید دور کرد و مذهب جز به عنوان یک وسیله شخصی، اندیشه شخصی، جز یک فکر خصوصی برای هر کسی که رابطه بین خودش و هر کسی که دلش میخواد در جای دیگه نباید نقش داشته باشه، به خصوص در قضا، در قضا، به خصوص در عدالت، به خصوص در قضاوت که در اونجا ناقد برابری ترین روش ها رو پیش حساب سر راه انسان ها قرار میده. یکی از مسائلی که در سیستم قضایی جمهوری اسلامی هست قضاته. قضات توسط دستگاه حاکم و به اصطلاح دولت و مراجع و سیستم اداری جامعه حکومت اسلامی انتصاب میشن و به کار گمارده میشن. مثلا قاضی مرتضوی یکی از جنایتکارترین افرادی رو که پرونده جنایتش به اصطلاح در سالهای اخیر آنچنان برای خود جمهوری اسلامی هم شور بود که مجبور شدن از این پست به اون پست به اصطلاح بذارنش و بعدن یواشکی به گوشه پرتابش کنن، یا خود برفرض وزیر دادگستری جمهوری اسلامی که یکی از کسانی هست که در قتل عامهای 67 و جنایتکار اینه که در سال 67 صورت گرفت نقش اساسی داشت و جز یکی از ستن قضاتی بود که حکم اعدام جنایتکارانه بیش از 30,000 نفر رو در شهریور 67 صادر کردند. و یا به عقبتر برگردیم، موسوی اردبیلی ها، خلخالی ها و تمامی این جنایتکاران در زمره و یا ریشری ها، گیلانی ها و غیره در زمره قضات جمهوری اسلامی بودند. یعنی یک صفت ممیزه قضاوت و کسانی که بر مصدر قضاوت و به اصطلاح قرار میگیرن و لقب قاضی بهشون داده میشه، جنایت پیشه بودن و به اصطلاح جنایتکار بودن و صادر کردن احکام اعدام های این چنینی در سال 67 یا در سال 60 اعدام دادگاه هایی که بیشتر از چند دقیقه به اصطلاح طول نمی کشید و در مقابل 1-2-3 سوال
که در رابطه با جمهوری اسلامی آیا اقدام دست به هر جنایتی خواهید زد و اگر پاسخ منفی بود چوبه دار یا بر فرض چوبه تیرباران در انتظار افرادی بود که در مقابل جمهوری اسلامی می ایستادن و نمی گفتن به این مجموعه کثافت و اسلام در جامعه. نتیجتا انتخابی بودن قضات در هر سیستمی یکی از مبانی و اصولی هستش که باید و باید برش تأکید بشه و جامعه‌ای که درش قضات انتخابی نباشن، توسط مردم انتخاب نشن و توسط مردم قابل عزل نباشن، به اصطلاح قضاوتش پاسخگو به شهروندان جامعه نیستش و نخواهد بود. نکته دیگه‌ای که در رابطه با سیستم قضاوت در جمهوری اسلامی مطرح هستش اینه که جرم چیه؟ مجازات چیه؟ چه اقداماتی جرم تعریف میشن و چه مجازات هایی براشون تعریف میشن؟ یکی از مسائل اساسی در رابطه با تعریف جرم و مجازات در جمهوری اسلامی و سیستم قضاوتش همین مسئله است. مثلا داشتن عقیده متفاوت از عقیده اسلام کثیف حاکم بر جامعه در زمره جرم هایی هستش که جمهوری اسلامی تعریف کرده و مجازات براش تعریف کرده. کافر بودن مثلا، یا منتقد و ناقد اسلام و باورهای مذهبی بودن و هیچ گونه باوری به خرافه، به مذهب، به خدا و به اصطلاح به تهجر مذهب نداشتن، به جای اینکه به عنوان یک شرط انسان بودن و رها شدن و خلاص شدن از قید و بند کثیف مذهب باشن، در سیستم جمهوری اسلامی جرم تعریف میشه و مجازات براش تعریف میشه. مجازاتش از اعدام گرفته تا محروم شدنهای مختلف در اشکال مختلف. مسئله دیگه روابط شخصی افراد بالغ در جامعه هست. روابط آزادانه جنسی افراد بالغ در جامعه در سیستم جمهوری اسلامی اگر مبتنی بر عقد و نکاح و یا بر صیغه که به اصطلاح فحشای اسلامی هست نباشه، به عنوان جرم تعیین میشه و مجازات میشه. مجازاتش سنگسار و به اصطلاح مجازات های سنگین و ضد انسانی هستش که این چنین تجربه میشه. اما در همون سیستم تجاوز به دختر 9 ساله به اصطلاح جرم نیست، جزء سنت کثیف محمدی و سنت پیامبران اسلام هستش که میتونن به دختر 9 ساله تجاوز بکنن و این جزء سنتشون به اصطلاح بیارن جلو و صدر ما اسلام تا پیروانش و پیامبر اسلام تا پایینش همشون به این سنت کثیف و ضد انسانی به اصطلاح افتخار میکنن و رواج میدن و میبینیم که مثلا قانون ازدواج در جامعه بر زیر 9 سال بود، به 12 سال رسید و غیره. و چندی پیش آماری رو میخوندم که شوک شدم. به عنوان کسی که دارای دو دختر هست، دو تا فرزند دختر داشته، نگاه میکردم میبینم بیوه های 12 ساله. تعجب آمیز بود برام، بیوه 12 ساله چطوره میتونه به وجود اومده؟ اخبار رو بیشتر کنکاش کردم، دیدم اینا کسانی هستن که به اصطلاح دختران 9-10 ساله با پیرمردان 70-80 ساله به اصطلاح به زور بهشون تجاوز شده و پس از چندی سکته کرده طرف مرده و دختر به این کودک به این سن در این سن به اصطلاح به عنوان بیوه تو جامعه هستش. خود مسئله جرم و مجازات هم یکی دیگه از مجموعه المانت ها و مؤلفه هایی هستش که در جامعه برای تغییر سیستم قضایی باید مد نظر داشت. من فکر کنم آقای جوادی، ما دقیقت خود سوای قوانین خود جامعه هم به حساب در این مورد باید به حساب بسیار کار کنه رو خودش، به خصوص کسانی که در جامعه ایران اسم خودشون رو مرد میذارن یا خودشون رو به حساب مردانگی رو یک صفتی برای خودشون میبینن، اونها باید بیشتر به حساب روی موضوع کار کنن و روی برابری مرد و زن کار کنن تا جامعه‌ای که زن و مرد با هم برابر نباشن، جامعه‌ای که من با نگاه متکبرانه احساس کنم از زنم، از مادرم، از دخترم، از خواهرم باشعورترم، فهمیده‌ترم، اختیارات بیشتر دارم، من کسی هستم که میتونم اون رو کنترلش کنم، میتونم مواظب باشم اون که شعور نداره، من باید در باره رو تصمیم بگیرم. این واقعا برای من این جامعه نمیتونه به خودش بباله و خودش به حساب سرفراز باشه تا زمانی که ما در نهاد خودمون و همه ماها به عنوان کسانی که بخش در حقیقت به اون میگن مردان جامعه نیستیم در برابر چنین قوانین ظالمانه‌ای و خودمون از داخل منازلمون شروع نکنیم این محترم شمردن به حساب جنس مخالف رو، چه به عنوان خواهرمون، چه به عنوان همسرمون، چه به عنوان مادرمون رو محترم نشمریم و در نهاد خودمون
این نهیب رو به خودمون نزنیم که بسیار زشت و زننده است ما اینچنین فکر میکنیم، بخشی همون بتاب واقعا مشکل میشه جامعه درست کرد. ببینیم در کشورهای دیکتاتوری سوای تمام مشکلات ما شما بودیم، مثلا حتی ضایعات طبیعی آماری تو من میخوندم به شما داد که حتی ضایعات طبیعی مثل زلزله، مثل سیل، صدمات و لطماتش در جوامعی که به حساب قوانین سیستم دادگستری درست ندارن بیشتره. چرا؟ چون کسی که مسئول است که به حساب یک سدی رو درست کرده، یک منزلی رو درست کرده، یک فرودگاهی رو درست کرده، اگر اینجا به دلیلی خراب بشه در سیستم های جمهوری اسلامی به راحتی میتونه با یک رشوه از زیر بار مسئولیت شونه خالی کنه، یا اون کسی که مسئول کمک رسانی به حساب یک زلزله است میتونه به راحتی 3 روز، 4 روز، 5 روز مثلا به کارش عقب بذاره به دلیل تنبلی و یک نفری تزید بپرسه تو چرا به موقع نرسیدی به جان مردم. اما در کشورهای مدرن که قوانین درست کار بکنه یارو میدونه و این خطر براش هست که به حساب کسانی که در این داستان لطمه خوردن برن به دادگستری و شکایت کنن و به حساب بتونن جلوی خاطر بگیرن. به همین دلیل است که اگر یک زلزله 5 ریشتر آمار نشون میداد در آمریکا یا در ژاپن یا در مثلا فرانسه بیاد، لطماتش اگر همون 5 ریشتر در یک کشور دیکتاتوری که مثلا جمهوری اسلامی بیاد بیشتر در جمهوری اسلامی، چون اصلا یارو کار نمیکنه. مثلا زلزله که در بم افتاد، وقتی زلزله در بم اتفاق افتاد من یادم میاد اخبار نشون میداد که به حساب هواپیمای کمک رسانی شوروی چند ساعت بعد از زلزله در بم به حساب پیس کرد رسید به بم، ولی دولت جمهوری اسلامی تا ظهر امروز هم تمام تشکیل شد ببینید چه خبر هستن، یعنی فرصت نشد حالا نرسیدیم حالا چی میشه، اصلا چیکار میخوام بکنم مردم، دست اینا که نیستش که دست خودمونه، نمیتونم بارو عوض کنم تا کاری با بکنم، دست خداست، دست خداست، خدا خواسته. نه حالا در مواردی که به حساب امامان جمعه گفتن که به حساب زلزله به دلیل این است که زنان رو بازن و نمیدونم سرشون نیپوشونن و به حساب بلنگو بازی در خیابان ها را میرن به همین دلیل زلزله میاد، من نمیشون در چنین جوامعی در آمریکا و اروپا و اینا زلزله نمیاد که زیر رو کنه همین چی را اصلا که ولی اصولا در این جوامع دیکتاتوری حتی زنا به حساب اتفاقات طبیعی هم کشتارش و لطمش بیشتر از به حساب جوامعی است که سیستم قضایی درست دارن، چون میدونن که در این کشور مثلا مدل سیستم قضایی رسیدگی میکنه به این موضوع، بازخواست میکنه، سینجین میکنه که آقا چرا دیر رسیدین، چرا کمک نکردین، چرا اگه فلان کمک اومد فردا تو با تو میدون گمرک شروع کرد به حساب چادرها فروش رفتن، چرا مثلا من پکیج هایی که از آمریکا اومده و برای کمک به زلزله زدگان با مهر زلزله زدگان در بازار فروش میرفت هم جلوش نمیگرفت. ولی خب میگم فقط این نیست که ما بگیم آقا به یک نفر زور کنید، همه جای جامعه اثر میذاره، در یک جامعه که قضاوت درست انجام نمیشه همه جا اثر میذاره، در اقتصادش، در سوانه طبیعیش، در آموزشش، در همه جا واقعا اثر میذاره و این برای جامعه ایران بسیار با تاسف است. بخصوص یه نکته مهم دیگه مسئله حقوق متهم، فرد متهم در سیستم قضاوت هست. در جمهوری اسلامی اصل بر براءت متهم نیست، اصل برای نیست که به اصطلاح فرد مبراست، فرد به اصطلاح از اتهام مورد اتهام نباید قرار بگیره و اگر مورد اتهام قرار بگیره بر اصل بر ثابت کردن اتهام توسط دستگاه و یا فرد و یا نماینده هست که این اتهام رو میزنه و فرد به اصطلاح مورد اتهام قرار گرفته براءتش اصله، مگر اینکه خلافش در یک سیستم قضایی عادلانه زمانی که به اصطلاح هم متهم و هم ادعا کننده از وکلای مدافع و برخوردار باشن هستش. نتیجتا بر براءت بودن حقوق از متهم یکی از مسائل پایه‌ای هست که وجود داره. در جمهوری اسلامی اصل بر مجرم بودن متهمه، کسی دستگیر میشه جمهوری اسلامی به اصطلاح میگه شما مثلا در دادگاه‌های ویژه اقدام به منظور براندازی جمهوری اسلامی کردید و این حکمیه که جمهوری اسلامی مجبور نیست ثابت بکنه، میاد تو دادگاه اعلام میکنه، فرد به اصطلاح متهم محکوم میشه به مجازات‌های از زندان گرفته تا به مجازات به منظور اعدام و حذف فیزیکی و نابودی فرد. نتیجتاً برای زیر رو کردن سیستم قضایی کثیف جمهوری اسلامی باید این فلسفه رو هم دگرگون کرد، یعنی اصل رو بر براءت متهم قرار داد مگر اینکه در یک پروسه قضایی عادلانه، نه ساختگی،
نه به اصطلاح فرمایشی از بتونه اتهام به اثبات برسه در شرایطی که متهم از امکان برخورداری منصفانه و وکلای دعاوی برای خودش به اصطلاح برخوردار باشه. نکته دیگه برچیدن تمام دادگاه‌های ویژه در جامعه است. ما تو جامعه نمیتونیم دادگاه‌های ویژه داشته باشیم. دادگاه‌هایی که به اصطلاح رسالتشون رسیدگی به امر سیاست در جامعه است. مثلا دادگاه‌های ویژه‌ای که روحانیت تشکیل میداد، داد احکام ویژه‌ای که در رابطه با براندازی نظام و غیره هستش. تلاش برای تغییر نظام، آزادی نظر، آزادی نقد جزئی از آزادی فرد در جامعه هست که غیر قابل گرفتن از جامعه هستش و یک جامعه آزاد باید این رو به رسمیت بشناسه و هیچ جرم و مجازاتی نمیتونه بر مبنای عقیده و بر مبنای تلاش برای رسیدن به نظام مطلوب سیاسی مورد نظر به اصطلاح قلمداد بشه. و مسئله دیگه قرار داشتن در سیستم زندان‌ها و سیستم به اصطلاح بازداشت‌ها هست. اولا در جوامعی که بویی از تمدن و انسانیت برده شدن، سیستم به اصطلاح مجازات رو سیستمی تعریف کردن برای بهبود و برای به اصطلاح ریکاوری یا نوعی بهبود به اصطلاح فرد که بتونه امکان این رو داشته باشه که دست از اقداماتی که در جامعه عادلانه به عنوان جرم تعیین شده و بتونه به اصطلاح از این پروسه خارج بشه، نه اینکه بیشتر دستگاهی باشه، مکانی باشه برای پرورش به اصطلاح افرادی که به جرم بیشتری اقدام میکنن. مسئله دیگه داشتن هیئت منصفه در هر دادگاهی هست. دادگاهی که فاقد هیئت منصفه باشه، یعنی قاضی میتونه ببره و بدوزه و قاضی که مستقل از دستگاه اجرایی و مقننه حکومت نباشه، یعنی میتونه بر منافع، بر حسب مصالح و منافع حکومت حاکم ببره و بدوزه و به این اعتبار رسالتش نه تأمین شرایط برابر در سیستم قضایی بلکه تأمین منافع و مصالح حکومت حاکم در جامعه خواهد بود که غیر انسانیه، غیر به اصطلاح اصولی هستش و سیستمی هستش که از اساس و پایه مورد نقد ما کمونیستای کارگری در جامعه هست. ممنون. یکی از برمن ظرفهای اندازه‌گیری که اندازه میگیره جوامع مدرن و غیر مدرن و همین سیستم قضاوت هست. شما وقتی یک جامعه مدرن است و یک جامعه به قول خودشون در جهان سوم قرار میگیره، یکی از بزرگترین ضعف‌های اندازه‌گیریش همین مسئله به حساب عدالت هست، قضاوت هست، سیستم نگاه به جامعه هست. وقتی شما در جامعه دستتون باز است که هر جوری که میخواین رفتار کنین، در جامعه مدرن بیشتر در بسیاری موارد به حساب دادگستری ها یا قضات تلاش میکنن پی ببرن که اگر جرمی اتفاق افتاده چرا اتفاق افتاده، آیا کسی که چنین جرمی مرتکب شده مشکل روحی داره، مشکل روانی داره، سابقه کار مشکل روانی داره. این تلاش میکنن که به حساب بیمارستان هایی که به حساب اینها رو درمان میکنن، خشونت رو از اینا دور میکنن. در بسیاری موارد من دیدم که مثلا قاضی مثلا حکم داده که مثلا این آدم باید بره فلان مقدار کلاس و در یک بیمارستان روانی یا یک پیش دکتر روانشناس که بتونه خودش تنها در این مورد، حالا که در این مورد کار خطا رو کرده، آگاه شده که به حساب آدمی که مشکل روحی روانی داره بره خودش رو اصلاح کنه. به این ترتیب شما میبینید که یواش یواش جوامع تلاش میکنن خودشون رو بهبود بدن و کسانی که به حساب بزهکاران جامعه خودشون رو یواش یواش به حساب کمتر کنن و جامعه طرف سالمشون برن. در جوامع اسلامی و به خصوص در جمهوری اسلامی با قوانین شرعی که داره اصلا برایشون روح و روان انسان اهمیت نداره. آنچه که اهمیت داره که تلاش میکنن با خشنترین و بیرحمانه ترین وضعی به حساب مردم رو فقط تنبیه کنن. اگر کسی به دلیل نداشتن، به دلیل اینکه کار گیرش نیامده، به دلیل اینکه نتونسته کار پیدا کنه یا اثر کارش بیرونش کردن، مدت‌ها بیکار بوده، فرزندانش به حساب امکانات زندگی و نان شب نداشتن، از روی احتیاج یک کار زشتی کرده، یا دزدی کرده، به جایی که بیان برای این به حساب یک کار پیدا کنن، اینو به یک آموزشگاه به حساب کاری بفرستن، حرفه و شغل به شاب بدن، اول دست اینو قطع میکنن فعلا، بعدا پای چپشو قطع میکنن که فعلا یارو فلج شه دیگه نتونه فن تفو بخوره جاش. حتما اگه تا دیروز میتونست به در یک کارگاهی کار بگیره، امروز فلج بشه کار نتونه برای خودش بگیره. این متاسفانه وقتی که به حساب مهم میتونه
کسانی که به عنوان روحانی صحبت میکنن چی میگن، که رؤوف است و رفعت است و قوانین حساب انسانی است و بخشنده است و حرفا. مهم این است که چه عملی انجام میدن. عملی که شما با کسی که خطا کرده، به جایی که به دنبال درمانش باشین، به جایی به دنبال این باشین که به حساب ببینین مشکلش این آدم چی بوده که رفته چنین خطا و چنین اشتباهی رو کرده، اول اونو با شایدترین وجه سعی میکنین که به حساب اینو تنبیهش کنیم. اصلا لزوم به که من یا آقای جوادی بخوایم بگیم نیست. نگاه کنید ببینید ظرف 35 سال گذشته در جامعه ایران خشونت، جرم، جنایت با این قوانین بیشتر شده است یا کمتر شده است؟ این بزرگترین معیار اندازه‌گیری ما الان. نگاه کنید ببینید زندان‌هایی که با 35 میلیون جمعیت در 35 سال پیش چه مقدار بوده و الان خود به حساب اداره زندان‌ها میگه جامعه دو برابر شده است، شده 77 میلیون ولی زندان‌هاش 45 درصد بیشتر شده. خب این نشون میده که به حساب جرم و جنایت در چه حدی است و این قوانینی که اینها روش دارن عمل میکنن تا چه حد مؤثر بوده است. مسئله ای که به نظرم باید بهش اشاره کرد اینه که در سیستم قضایی فردای پس از سرنگونی جمهوری اسلامی ما نباید اعدام داشته باشیم، نباید حبس ابد داشته باشیم، نباید مجازات های انتقامی داشته باشیم و اصل بر براءت متهم در جامعه باید قرار بگیره و مجازات، فلسفه مجازات در جامعه باید به اصطلاح به جای انتقام به تلاش برای اصلاح و بهبود مجرم تبدیل بشه، تغییر پیدا بکنه و تلاشی بشه که جامعه از تعرض افراد خاطی به اصطلاح مصون داشته بشن و این سیستمی کاملا متفاوت است. مجازات در جامعه اسلامی فلسفش و صحبت شد نفسش منجر به نابودی زندگی انسان میشه، در صورتی که در یک جامعه انسانی که حد اکثر مجازات مثلا مانند اروپا 10 یا 15 سال هستش، مجازات اعدام هم در خیلی از جوامع اروپایی وجود نداره و جرم و جنایت به میزان بسیاری کمتر از جوامعی هستش که اعدام درش وجود داره، حبس ابد درش وجود داره و غیره، اساساً بر مبنای این نیستش که زندگی فرد در دوران حبس نابود شده باشه. بسیاری از افراد هستن که در دوران حبس میتونن دانشگاه برن، میتونن تحصیل بکنن، میتونن از حرفه و به اصطلاح کاری برخوردار بشن و آموزش ببینن که بتونن در دوران پس از به اصطلاح سپری کردن مجازات به عنوان فردی در جامعه، در ارکان جامعه بتونن مکانی برای تأمین زندگی، برای به اصطلاح معاش و همچنین برای درافزودن به محصولات تولید شده در جامعه و بهره‌مند شدن به مثابه یک عنصر خلاق در جامعه ازش استفاده بکنن. به این اعتبار میرسیم به مسئله خود محاکمه سران جمهوری اسلامی، بحثی که معمولاً مطرح میشه برای کسانی که خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی هستن. همینجا باید این رو اعلام کرد، ما خواهان به اصطلاح انتقام از سران جمهوری اسلامی نیستیم، ما کمونیستای کارگری، ما با هر شدتی که برای سرنگونی جمهوری اسلامی و محاکمه کردن سران جمهوری اسلامی مبارزه میکنیم، در این حال میخواهیم شرایطی باشه که دادگاه‌های به اصطلاح صالحه با وجود هیئت منصفه انتخابی، با وجود به اصطلاح وکلای مدافع برای حتی این جنایتکاران باید وجود داشته باشه، اما در این حال جامعه باید بتونه تمامی قربانیان، تمامی کسانی که به اصطلاح تیغ کثیف جمهوری اسلامی بر پیکرشون کشیده شده، بتونن ادای شهادت بکنن در یک پروسه حقوقی قابل رویت، شفاف در مقابل چشم انظار بین‌المللی که این جانیان جمهوری اسلامی چه جنایتی بر علیه مردم در ایران انجام دادن. اما علارغم اینها جامعه ایران برای گذر از تاریخ توحش، بربریت و ضد انسانی بودن جمهوری اسلامی و تمام مجموعه پیشین خودش یک سیستم عادلانه حتی در مقابل این جنایتکاران رو هم تضمین خواهد کرد، به منظور پایگذاری سیستمی که قضاوت برای انسان و شمامی شهروندان مستقل از هر به اصطلاح محدوده‌ای تأمین بشه. نکته پایانی که میخوام ذکر بکنم این استش که برای تغییر دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، خود جمهوری اسلامی رو در این حال باید نابود کرد، در این حال که تعرض به دستگاه قضایی جمهوری اسلامی تعرضی برای سرنگونی کل جمهوری اسلامی هست. ممنون. چون خود بحث بردیم به بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی، من دقیقا با همین موافقم. ما بیش از 10 سال پیش بود که اعلام کردیم که اصولا با اعدام مخالفیم،
حتی اعدام سران جمهوری اسلامی، بلکه معتقدیم که شما نباید جان کسی رو به دلیل خطاهاش بگیرید. و به خصوص ما معتقدیم بعد از سرنگونی جمهوری حزب مشروطه، بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی، مردم ایران باید برای یک بار هم که شده طعم به تلخ بخشش رو بچشن و همه رو به یک به حساب دادگاه عدالت به حساب همه رو ببخشیم. ما فقط کافی است که مثل آمریکای آفریقای جنوبی سران جمهوری اسلامی دادگاه بیان، به جرم هاشون اعتراف کنن، به اعمال که علیه مردم کردن اعتراف کنن و از اون بعد بخشیده بشن. یک مرتبه باید در سرزمین ایران سلسله خون و خونریزی به حساب متوقف بشه. مردم ایران یک بار باید با بزرگواری و با نگاه بالا اعمال زشت و زننده اینها رو به حساب ببخشن و برای همیشه این سلسله خون و خونریزی و انتقام کشی از بین بره. انتقام جز این که انسان رو در گذشته نگه میداره و در حالت تنفر از گذشته نگه میداره کاری با آدم نمیکنه. ما به خاطر با عنوان حزب مشروطه برای اینکه به ایران آباد، به ایران مدرن، به ایران به حساب قرن 21 نگاه میکنیم، امیدوار هستیم که در بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی مردم ایران در یک دادگاه به حساب فقط اعتراف سران جمهوری اسلامی رو محاکمه کنند، ولی اونها رو ببخشن و از اونجا همه چی رو بتونیم ما صفر کنیم و این سلسله خشونت رو بین ببریم. ممنونم، موفق و پیروز باشیم. بینندگان عزیز، به تماشای برنامه خط آتش رسیده بودید. به پایان برنامه رسیدیم. روز و شب خوبی رو برای همه شما آرزو می‌کنیم. موفق باشید.